واتساپ گای همراه معلم خصوصی هستی با هفتمین درس مجموعه بیوان مجموعه متوسطمون درس امروزمون در مورد ماضی بعید پست پرفکت پس وقت رو زیاد نمیکشیم و ببینیم که این ماضی بعید برای نشون دادن چه چیزی هست و اصلا یعنی چی خب من یه تعریفی رو واسش نوشتم ماضی بعید یا همون پست پرفکت برای نشان دادن اتفاقیه که قبلتر یا خیلی قبلتر از زمانی مشخص در گذشته یا اتفاقی دیگر در گذشته به کار میره یعنی اتفاقی در گذشته دور مازی بعید مازی یعنی گذشته بعید یعنی دور جفتشون دو تا کلمه عربی هن. مازی گذشته بعید دور یعنی ما میخوایم در مورد گذشته ی دور صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا فرمولش چجوریه خب فرمولش رو همونطور که داریم میبینی به این شکل هستش یعنی حد به اضافه پس پارتیسیپل پس پارتیسیپل رو ما میدونیم چیه یعنی قسمت سوم فعلها past پارتیسیپل یعنی پس فرمولش مثل همون پرزنت پرفکت حال کاملی که داشتیم تو درس شیش مجموعه قبلی تو درس شیش مجموعه A2 ما حال کامل رو بررسی کردیم که فرق این فرمول با فرمول پرزنت پرفکت فقط شکل گذشته ی هوا رو ما آوردیم که برای همه فائلا به یه شکل هستش که هده پس کارمون یکم راحت تر به اضافه قسمت سوم فعل خب من اینجا توی ستا حالت مثبت منفی و سوالی هم یه مثال رو نوشتم با هم بررسیش بکنیم مثالمون است Max had started English before he moved to لندن مکس انگلیسی خوانده بود یا مطالعه کرده بود قبل از اینکه به لندن نقل مکان کنه فعل موو رو هم گفتیم موو به یه شهری یعنی اساس کشی کردن رفتن یعنی برای رفتن برای زندگی به اونجا یا حالا به هر دلیل دیگه ای حالا شما میتونی دانشجو باشی و بری یه شهر یا یک کشوری بازم همون موو میشه پس موو تو ا سیتی یا یک کشوری منظورش اینه که رفته اونجا برای مدتی زندگی بکنه یا برای همیشه خب این معنیش هم دوباره من میگم میشه استادی رو گفتیم میشه هم خوندن هم تحصیل کردن و مطالعه کردن معنی میده ولی اینجا معنی تحصیل کردنه مکس انگلیسی تحصیل کرده بود قبل از اینکه به لندن نقل مکان کنه قبل از اینکه به لندن بره شکل منفیش هم که had not میگیره منفی میشه Max had not studied English before he moved to London سوالیش هم که فعل کمکی اون میاد اول جاش با فائل عوض میشه had Max studied English before he moved to London آیا مکس قبل از اینکه لندن بره انگلیسی تحصیل کرده بود انگلیسی خونده بود هم توجه بکنی بود رو ما داریم این وقتی که یه بود بعد از فعل اومیات نشونه مازی بعید یا گذشته دوره پس این نکته رو توی ذهنت داشته باش حالا میریم یه چند تا مثال هم باش میزنیم و بیشتر متوجه میشی شکل گرامر امروزمون به چه شکل هستش خب قبل از اینکه مثالا رو با هم بررسی بکنیم دوباره من دوست دارم یه مسئله خاصی رو در مورد درس امروزمون با ش... تصویر به توضیح بدم خب این شکلی رو که میبینی اینجا توی درس حال کامل استمراری هم داشتیمش ولی اینجا تغییر کرده خب ما بازم امروز داریم در مورد گذشته صحبت میکنیم یعنی مثلا کاری با آینده نداریم و اون زبدری که اونجاست یعنی یه اتفاقی که تو گذشته افتاده یعنی گذشته ساده سیمپل پسته که ما تو درس چهاردهم مجموعه ایوان مجموعه مقدماتی اولمون سیمپل پست رو که میشه زمان گذشته ساده رو بررسی کردیم خب ما اگه اون زبدره رو که خاکستری رنگه گذشته ساده در نظر بگیریم پشتشون دایره صورتی یا سرخابیه و کل اون حاله دورش مازی بعید ما رو تشکیل میده که بغلش من تو راهنماش نوشتم زبدر خاکستری گذشته ساده دایره سرخابیه ماضی بعید یا همون گذشته دورمون هست پس قبل از یه اتفاقی توی گذشته ما از گذشته دور یا ماضی بعید استفاده میکنیم خب من یه چند تا مثال نوشتم واسهش که دوست داشتم زمانی که داریم این مثال رو با هم کار میکنیم این قضیه رو متوجه بشید که ما اکثر موقع ها نه همیشه اغلب ما ماضی بعید رو با یه گذشته ساده میاریم الان تو مثالا متوجه میشی مثلا مثال یکمون Max had started English before he moved to London همون مثالیه که توی صفحه قبلی در کنار فرمولمون ما کار کردیم میشه مکس انگلیسی تحصیل کرده بود انگلیسی خونده بود قبل از اینکه به لندن بره ببین من توی اون باکس صورتی رنگ اون تیکه ای از دستورمون رو که مازی بعیده رو گذاشتم و تو اون باکس خاکسه رنگم گذشته سادمون رو گذاشتم پس هی موود میشه او رفته بود بیفور هی موود قبل از اینکه بره پس ما دو تا گذشته داریم تو این جمله یکیش گذشته یه که قبل از یه گذشته دیگه اتفاق افتاده پس صورتی ها قبل از اون خاکستری اتفاق افتادن و حد استارید نشونه ماضی بعیدمون هستش میریم مثال بعدی so, I had never seen such a beautiful beach before I went to Sydney معنیش میشه من هرگز همچین ساحل زیبایی را ندیده بودم قبل از اینکه به سیدنی برم سیدنی یه شهر تو استرالیا اینجا هم بازم میبینی I had seen حالا اونجا never رو وردیم من اون قید تکرار رو اونجا گذاشتم که بدونی که قید تکرار رو که وقتی میخوایم بیاریم جاش کجاه بین فعل کمکیمون و فعل اصلیمون بین had و seen یا هر مثلا اگه always رو هم خواستی بیاری میتونی اونجا بیاری often یا حالا هر قید دیگه ای رو اصلا نه فقط قیدهای های تکرار جاش اونجاست پس یاد بگیر قید خاصی بیاری بین اون دو تا فعل قیدمون رو میذاریم میگه من هرگز ندیده بودم همچین ساحل زیبایی رو such a beautiful beach before قبل از اینکه I went to Sydney قبل از اینکه به سیدنی برم یعنی پس طرف تو سیدنی دیده قبلش توی اون قسمتی که من کشیدم حاله صورتی رنگی که اونجا نمیشم ندیده بوده طرف یعنی تو اون زبدره اون اتفاق افتاده مثال بعدی بود مری نیو پاریس ول بیکاز شی هد ویزیتد دی سیتی سیورال تایمز Mary knew Paris well. Mary پاریس رو خوب میشناخت به خوبی میشناخت because چون she had visited the city several times چون او شهر رو ملاقات کرده بود چند بار یا چند بار به این شهر رفته بود گفتیم visit city میشه رفتن به شهر. یه شهری یه شهری رو از نزدیک دیدن پس مری پاریس رو خوب میشناسه میشناخت گذشته است چون چند بار پاریس رفته بود اینجا هم فقط جاشون تغییر کرده من اول گذشته ساده رو آوردم بعد گذشته دورمون یا همون مازی بعید رو آوردم ولی حرف اضافهش فرق تو توی دو تا جمله قبلیمون دو تا مثال قبلیمون با بیفور ما دو تا جمله رو به هم ربط دادیم یه گذشته ساده رو با یه مازی بعید و اینجا یه بیکاز آوردیم بریم یه چند تا مثال دیگه هم بزنیم با همین ماضی بعید خب اینجا هم یه سه تا مثال داریم که دوتا اولیش معمولی و سومیه سوالی هستش یه سوال با جوابه خب اولین مثالمون از I had done My homework before you came home. من تکالیفم را انجام داده بودم قبل از اینکه تو خونه بیایی. باز هم تو باکس صورتی رنگمون یعنی همون جمله اولمون ماضی بعید رو داریم انجام داده بودم. ببین ما تو فارسی میگیم بودم انجام داده بودم. این همین میشه ماضی بعید. Before you came home. جمله گذشته ساده رو داریم. قبل از اینکه تو به خانه بیای کیم گذشته ساده کام هستش آمدن خب مثال بعدیمون که منفیه I did not یا I didn't have money because I had lost my wallet من پول نداشتم چون کیف پولم را گم کرده بودم باز هم بودم I didn't have money گذشته سادمونه که تو باکس خاکستری رنگم هست because چون I had lost my wallet چون من کیف پولم را گم کرده بودم wallet کیف پول I had lost گم کرده بودم مثال بعد اون که یه سوال با جوابه سوالش این هستش Had you ever studied English before you moved to London آیا انگلیسی مطالعه کرده بودی قبل از اینکه به لندن بری؟ جوابش Yes I had learned English with معلم خصوصی before آره من انگلیسی یاد گرفته بودم توسط معلم خصوصی قبلا اینجا هم میتونستی استادید هم بیاری ولی من خودم از فعل لرن استفاده کردم یاد گرفتن که قسمت سومش میشه لرنت که با ایدی هم میتونی بنویسیش یا لرنت یا لرنت فرقی نمیکنه یعنی اگر جای تی آخرش ایدی هم بذاری درسته این همه چند تا مثال بود و در آخر من میخوام فقط بهت یه نکته ای رو توضیح بدم که اون نکته این هستش ما اینجا دو تا جمله داریم خب جمله بالا رو اول بررسی میکنیم و این نکته ای که میخوام بهت بگم در مورد یه سری تجربه هایی که ما نداشتیم یا یه بار کسبش کردیم یا میخوایم در مورد اولین باری که اون چیز رو تجربه کردیم صحبت بکنیم جمله اولمون She never saw an elephant before she visited Thailand. او ندیده بود فیلی قبل از اینکه تایلند رو ببینه یا قبل از اینکه تایلند بره پایینیه همون مثاله ولی با یه ساختاره دیگه شی هاد ناور سین ان الیفنت بفو شی تایلند این دو تا جمله یکیشون اشتباه یکیشون درسته. بالایی غلطه. چون دو تا گذشته ساده ما داریم. saw و visited. جفتشون گذشته ساده هستن. She never saw before she visited. پس این جمله غلطه. not correct. صحیح نیست. اما جمله پایینیمون صحیحه. چون داره در مورد تجربهش صحبت میکنه میگه او فیلی را هرگز ندیده بود قبل از اینکه به تایلند سفر بکنه یا قبل از اینکه به تایلند بره خواستم این نکته رو بهت بگم که از این بافت به این شکل استفاده بکن و اکثر موقع ها هم یه دونه گذشته ساده یا یه دونه سیمپل پست در کنارش میاد ولی قرار نیست همیشه بیاد تو میتونی که با یه بیفور خالی بذاری و قضیه رو تمامش بکنی یه وقتی که نمیخوای قبل از یه اتفاق دیگه ای صحبت بکنی اینم نکته آخر درس امروز اون بود که میخواستم به توضیح بدم امیدوارم که درس امروز اونم واسط مفید واقع شده باشه و کلی چیز جدید یاد گرفته باشی مخصوصا دستور زبان امروزمون که مازی بعید یا همون گذشته دور بود تا درس بعدی بدرود